سلام به همه شما خفنان، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. از اونجایی که تو چند روز اخیر بیشتر در مورد نسخه های کلاسیک ویدیو گذاشتیم، نوبتی هم باشه نوبت بچه‌هایی که ریتیل یا دراگون فلایت بازی میکنن. در مورد بچه‌ها سیزن 4 دراگون فلایت که به زودی داره میاد و وارویتین آلفا که اونم چیزی نمونده بهش برسیم و خبرهای خیلی مهم، آپدیت های کوچیک و بزرگی که شاید توی این روزا از دست دادید توی این ویدیو میخوایم صحبت. اول از همه بزرگترین سوالی که واسه خیلیاتون هست، با اینکه من تو ویدیوی قبلی در موردش توضیح دادم و تو کامیونیتی پست گفتم و تو دیسکوردم اعلام کردم، ولی بازم میدونم خیلیاتون سوال دارید، اونم اینه که تاریخ انتشار سیزن 4 که سیزن 4 دراگون فلایت که واقعا چیزی نمونده بهش برسیم بچه، 23 آپریل میاد یا همون 4 اردیبهشت. الان که دارم این ویدیو ریکورد میکنم 19 فروردین، یعنی یه چیز هولوش 2 هفته دیگه، 15 روز 14 روز دیگه، 2 هفته دیگه که واقعا چیزی نمونده بهش برسیم، سیزن 4 دراگون فلایت هم عرضه میشه. یه توضیح کوچیکی بخوایم در مورد سیزن 4 بدیم بچه ها، سیزن 4 کانتنت جدیدی نداره، صرفا همون کانتنت های قدیمیه که تو سیزن های قبلی بوده، از اول اومده، درجه سختیشون بیشتر شده و آیتم لول بالاتری واسه مدراب میکنن. یه کوچولو بخوایم توضیح بدیم در موردش بچه ها، 8 دانجن جدید داره میاد، در واقع 8 دانجن با سختی جدید داره میاد که دانجن ها همون دانجن های قدیمی هن، دانجن آلکاتار آکادمی، دانجن بارکن هایت هالو، دانجن هالز آف اینفیوژن، دانجن نلساروس، دانجن روبیا، روبی لایف پول، دانجن د آزور والت، دانجن نخود آفنسیو و دانجن اولدومان یا همون لگاسی آف تیر. اینا همون دانجنایی که سیزن 1 هم داشتیم، در واقع همون دانجنا دارن برمیگردن، درجه سختیشون بیشتر میشه و 100% آیتم بهتری هم واسه شما دراپ میکنن. رید هم بچه‌ها همون سه تا رید سیزنای قبلیه که توی سایکل و توی حالا حالت چرخشی بین هفته ها میاد، یعنی یه هفته مثلا رید سیزن 1، هفته بعدش رید سیزن 2 و هفته بعدش رید سیزن 3، یعنی هر هفته یکی از ریدها بالای شما میتونید برید بزنید و حالت فیتد یا به قول گفتنی توی حالا دراگون فلایت اویکن داره، یعنی همون رید قبلیه، همون تاکتیک، همون باسا، فقط اچ بی و دمیج باسا بیشتر شده و خب آیتم لول بالاتری هم واسه شما دراپ میکنه. و یه کوچیک هم اگه تو پرانتز بخوایم در مورد تغییرات بزرگ توی میتیک پلاس صحبت کنیم، 100% میدونید در موردش کلی ویدیو تو کامیونیتی خارجی و فارسی اومده که بچه‌ها دانجنای میتیک پلاس قرار درجه سختیشون 10 تا بیشتر شه، یعنی مثلا دانجن میتیک 2 یه چیز تو مایه‌های دانجن میتیک 12 میشه، یا دانجن میتیک 10 یه چیز تو مایه‌های دانجن میتیک 20 میشه. و در کل چه تغییرات خیلی بزرگ دانجن و میتیک پلاس اجرا کردن که در کل به نظر من آیتم لول گرفتن واسه کسایی که خیلی هاردکور نیستن راحت تر کرده، چون اگه الان شما برید دانجن میتیک 0 بزنی یا برای مثال دانجن هیرویک بزنی، یه چیز تو مایه‌های دانجن میتیک 9 میمونه دانجن هیرویک، با شما با دانج فایندر میتونی بزنی، خودکار واسه گروه پیدا میکنه و آیتم لول خیلی بالایی هم برات دراپ میکنه. پس شما اصلا دوستانی که خیلی هاردکور نیستن اصلا نیاز نیست میتیک پلاس بزنن، دانجن میتیک 0 مثل دانجن میتیک 10 میمونه، یا دانجن هیرویی که با دانج فایندر پیدا میکنید و میرید میزنید، خودش آیتم لول خیلی بالایی براتون دراپ میکنه و این به نظر من باعث میشه که روی بوست یه ضربه بزنه و بوست یه خورده حالا ضربه بخوره، همونطور که تو ویدیو قبلی میگفتم، گرچه از این حرف من خیلی خوششون نمیاد و میارین پایین فوش میدم، بای دی وی این نظر منه. به هر حال در کل این تغییر خوبیه، باعث میشه که اعداد ارقام نجومی و بیش از حد بزرگ توی بازی نداشته باشیم و خب یه خورده هم آیتم لول گرفتن و بازی کردن واسه کسایی که خیلی هاردکور نیستن راحت تر میشه. یه تغییر خیلی بزرگ که من متوجه شدم بچه ها، مگا دانجن دان آف اینفینیت که 100% در موردش اطلاع دارید دیگه میتیک پلاس نداره، یعنی اصلا چیزی به نام میتیک پلاس نداره، دان آف اینفینیت فقط میتیک داره، میتیک صفر داره و دان آف اینفینیت اگه شما تو درجه سختی میتیک بزنید براتون لوت دانجن هیرویک دراپ میکنه که خیلی این جالبه، یعنی شما یه دانجن 5 نفره رو میری میزنی، لوت یک رید هیرویی که مثلا 20 نفره بعد بزنید براتون دراپ میشه که خیلی عجیب غریبه و یه جورایی بلیزارد یه کاری کرده که اونایی که اصلا از رید خوششون نمیاد و فقط دانجن میزنن بتونن حالا تایر ستا یا آیتما ریدشون رو برن از تو دانجن دان آف اینفینیت بگیرن. این تقریبا به نظر من به شدت بزرگه که از سیزن 4 به بعد دانجن دان آف اینفینیت یا همون مگا دانجن خودمون لوت رید هیرویک دراپ میکنه، به نظر من خیلی حرکت بزرگی از طرف بلیزارد، دبلیو به قول خارجی ها به بلیزارد یا ماچ به کله بلیزارد. اگه سابسکرایب نکنی این ترول زشت شب میاد تو خوابت. یا خدا کمرم شکست، کاش ساب میکردم. بعد از اون بچه‌ها بعد به یه نکته خیلی مهم بستون اشاره کنم، اونم اینه که بچه‌ها آپدیت‌های بزرگی پشت سر هم واسه دراگون فلایت داره میاد. هر چقدر دراگون فلایت تو الان خشکسالی بود، به زودی آپدیت‌های پشمی‌زونی قراره براش بیاد.
اول اصلا بچه سیزن 4 همونطور که دیدید دو هفته دیگه یا 14 روز دیگه قراری بیاد. اگه ما توی رودمپ بلیزارد نگاه کنیم، وار ویتین آلفا قبل سیزن 4 قرار بیاد، یعنی حتی کمتر از 10 روز یا 14 روز دیگه، شاید توی همین هفته، شاید همین فردا، شاید همین امشب، خدا رو چه دیدی، قراره که وار ویتین آلفا هم عرضه بشه و این خیلی خبر خوشحال کننده، یه کلی خبر جدید، کلی گیم پلی در مورد وار ویتین 100% میاد هر موقع وار ویتین آلفا بیاد. من حتما تو همین کانال در مورد وار ویتین آلفا خبرها و ویدیوهای بیشتری میذارم، پس حتما کانال سابسکرایب کنید که از ویدیوهایی که در آینده میاد عقب نمونید. بعد ببینید که الان شاید تو خود واسهتون سوال بشه که آقا ما چه جوری میتونیم وار ویتین آلفا رو بازی کنیم، چیزی که شاید توی هفته آینده بیاد. بچه‌ها من خیلی دنبالش گشتم که چه جوری میشه ثبت نام کرد واسه وار ویتین آلفا، هنوز فرم ثبت نامی نداره و اونجوری که بلیزارد گفته اصلا شاید وار ویتین آلفا هیچ فرم ثبت نامی نداشته باشه، فقط خود بلیزارد به کسایی که دوست داره حالا مثلا بده، مثل کلانی که حالا واسه خود ورلد اف وارکرافت ویدیو میگیره. پس هنوز مشخص نیست چه جوری میشه وار ویتین آلفا بازی کرد، اگه مشخص شه حتما در موردش ویدیو میذارم. اگه هم به هر حال وار ویتین آلفا رو به ماها ندن و ما نتونیم بریم توش بازی کنیم، بازم به هر حال تو اینترنت ازش کلی ویدیو کلی خبر میاد بیرون که من به هر حال وار ویتین آلفا رو پوشش خواهم داد، پس کانال رو سابسکرایب کنید. واقعا خیلی من هیجان دارم، کمتر از یکی دو هفته دیگه مونده تا ما اولین نسخه وار ویتین رو ببینیم. و تازه بعد وار ویتین سیزن 4 دراگون فلایت میاد که براتون توضیح دادم، و بعد سیزن 4 دراگون فلایت بچه‌ها پچ 10.27 رو داریم که تو پچ 10.27 یه ایونت خیلی بزرگ هست که خیلی دیولپرها در موردش صحبت کردن، همون ایونت پاندومینیوم که شما تو رودمپ میبینید دارن بهمون نشون میدن. در مورد ایونت پاندومینیوم من قبلا یه ویدیو کامل‌تر گذاشتم که میتونید برید اون ویدیو رو ببینید، لینکشو بالای صفحه میذارم. این ایونت بچه ها میتونه انقلاب بزرگی توی بازی ورلد اف وارکرافت باشه. یه جورایی گفتن که این ایونت پاندومینیوم یه چیز تو مایه های همون ایونت پلاندر استورمه، ولی پلاندر استورم پی وی پی بود و پاندومینیوم ایونت پی وی ایه. واقعا مشتاقم بدونم که این ایونت پی وی پی پاندومینیوم که تو 10.27 میاد چه چیزی میتونه باشه، و این خیلی خوشحال کننده است که تو یکی دو هفته آینده ما به صورت رگباری آپدیت های خیلی خفن و بزرگی واسه دراگون فلایت خواهیم داشت. یه خبر جالبی هم که جا داره اینجا در مورد صحبت کنیم، اونم اینه که آرمور گلادیاتور که توی شاپ بلیزارد داره میفروشه، بله شاید پشماتون ریخته باشه، شاید مخصوصا اگه پی وی پی پلیر باشید، اینکه ببینید آرمور گلادیاتور توی شاپ داره فروخته میشه، مغزتون منفجر میشه، میگید وات دی فاک، ما این همه بازی میکنیم که بریم رنگمون بیاریم بالا گلادیاتور شیم، آرمور گلادیاتور بگیریم، بعد شما دارید تو شاپ آرمور گلادیاتور میفروشی، شیم آن یو بلیزارد. ولی بچه ها یک اشتباه بزرگی که شده اینه که این آرمور رنگ گلادیاتوری نیست، صرفا اسمش آرمور گلادیاتوره و با آرموری که شما تو رنگ گلادیاتور میتونی بگیری خیلی فرق میکنه. بای دی وی آرمور به شدت قشنگه، چون اگه به این آرمور توجه کنید و روش دقیق شید میبینید که این آرمور همون آرمور کینگ ویریانه، یعنی هم شمشیرش هم آرمورش خیلی خفنه. اینکه شما آرمور یه شخصیت به بزرگی ویریان رو توی شاپ داری به قیمت 26 دلار میفروشی، خیلی 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 پول پرستی تو رو نشون میده، خیلی پول پرستی بلیزارد، میشه گفت خیلی پول پرستی مایکروسافت. چرا داری آرمور کینگ ویریان رو توی شاپ میفروشی، اسمش هم گذاشتی آرمور گلادیاتور که ملت بخرم با کله؟ خود من اگه 26 دلار داشتم 100% میخریدم این آرمور رو، چون من عاشق کینگ ویریان و عاشق شمشیرش و عاشق ستش هستم. البته واسه ماهای بدبختی که پول نداریم بدیم و این آرمور رو بخریم، بعد بهتون میگم چه ناراحت نباشید، بلیزارد قول داده که در ماهای آینده این آرمور رو به تریدینگ پست اضافه کنه، پس اگه نتونستی پول بدی بخری، ماهای آینده تو تریدینگ پست میتونی بگیریش و آرمور ویریان یا همون گلادیاتور تقلبی رو خودت داشته باشی. یه سری تغییرات هم که جا داره در مورد صحبت کنیم، این که در مورد ایونت نوبل گاردن که بچه دو سه روز بیشتر دیگه نمونده تا تموم شه، ایونتی که سال یه بار میاد، در مورد اون قضیه هم من ویدیو گذاشتم که لینکش بالای صفحه میاد، اگه ایونت نوبل گاردن رو نزدی حتما برو بزن، جایزهایی میده که شما سالی یه بار بیشتر نمیتونید بگیرید، شاید سال بعد بازی نمیکنی و این جایزه رو نتونی بگیری، پس همین الان تا وقت داری برو بگیر. از اون ور بچه‌ها ایونت پریمال استورم از این به بعد دو تا دو تا روی مپ اسپان میشه که شما بتونید راحت تر گیر اپ کنید و لول اپ کنید، مخصوصا واسه بچه‌هایی که میخوان لول اپ کنن. یه چیز دیگه هم که باید اینجا در مورد صحبت کنیم، تایم واکینگ لیژن که الان اومده و میتونید برید از تایم واکینگ لیژن واسه استفاده کنید واسه گرفتن حالا آیتمای خاصی که تو تایم واکینگ لیژن دراپ میشه، مثل وارگیلیوای ایلیدن. البته وارگیلیوای ایلیدن تو تایم واکینگ تی بی سی بود، چه کوسچری گفتم. بای دی وی
تایم ورکینگ لیژن هست، میتونید برید بزنید. و خواستم توی این ویدیو خیلی سریع خبرهای جدید رو بهتون بگم. باید بگید بدونید که این ویدیو الهام گرفته شده از ویدیوی بلولار گیمینگ. دیدم ویدیوی بلولار، دیدم که بلولار یه همچین ویدیوی گذاشته و در مورد آپدیت هایی که تو روزهای آینده داریم توضیح داده. منم تصمیم گرفتم که همچین ویدیوی بذارم. و بچه ها من خودم میام تو ویدیو میگم که برای مثال ویدیوم از یک ویدیوی دیگه الهام گرفته شده. خب پس اینو بدونید که خیلی های دیگه هم این کارو میکنن ولی نمیگن. و این که من میگم بعضی وقتا به ضررم تموم میشه، یعنی میگن نه تو از فلانی کپی کردی، چون خودم دارم میگم که همچین کاری کردم، یعنی الهام گرفتم از ویدیو یکی دیگه. بدونید که همه این کارو میکنن، یعنی همه از ویدیوهای خارجی و مخصوصا کانتنت کریتورای بزرگ مثل آزمان گلد و بلولار الهام میگیرن و ویدیو میسازن. متاسفانه فرهنگی که جا نیافتاده، بقیه کانتنت کریتورای فارسی در مورد صحبت نمیکنن، مثلا نمیگن که آقا این ویدیوی من الهام گرفته شده از فلان ویدیوی بلولاره. باید وای من اینو تو ویدیوهام میگم و امیدوارم که این فرهنگ سازی بشه و جا بیفته واسه همه، چه کانتنت کریتورا چه مخاطبا. دمتون گرم که این ویدیو رو با من همراه بودید. همتون رو دوست دارم. ماچ به کله تک تکتون و خدا نگهدار. این چه ویدیویه؟ تو چی میگی؟ اگه میشه این ویدیو رو لایک کن. لایک کنم؟ بمیر بابا. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.